السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انسان به خاطر از اینکه به پله های بلند معنوی دسترسی حاصل بکنه و صعود بکنه و روحیات از بالا بره و امو گنج که الله سبحانه و تعالی در ای قرار داده، امو جوهره که در ای قرار داده او را پالش بته که تا او دگام روشنتر و زیباتر و جلوگارتر شوه و منور شوه، بر علاوه که نمازهای فرض که الله سبحانه و تعالی بالا از فرض کرده ادا میکنه و نمازهای سنت که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا میکنه، یعنی نمازهای سنت رواتب یاد مرا ادا میکنه، نمازهای دیگر هست، نوافل هست که باید یادم ادا بکنه تا ای بتونه که به اوج قله های معنوی برسه. و این نمازها خیلی خیلی در رشد افکار معنوی، در بلند بردن افکار معنوی، در ضعیف کردن نفس انسان، در ضعیف ساختن قرینه که در داخل وجود انسان است به اندازه مؤثر است. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم طبق که خواهرم سوال کردند در بالای نماز که به خاطر وضو میخوانند، که اینا منو به تحیات الوضو یاد کردند، نمازهایی که به خاطر مسجد میخوانند، تحیات المسجد، نوافل و بعض نمازهای دیگه، اینا سوال کردن اصلا اینا به نام سنت الوضو میگن یا سنت وضو که دو رکعت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من توضا نحو وضوی هذا ثم صل ركعتين، هر کسی که به مثل ما وضو بگیره و بعد از دو رکعت بخونه غفر له ما تقدم من ذنبه، الله سبحانه و تعالی خیلی خیلی برو میروند میشه و گناه های ازیر محف میکنه. این نماز در حقیقت عظمت وضو را نشان میده. بله، عظمت وضو که ما خیلی دست کم میگیریم، خیلی سرتیری وضو میکنیم، یعنی وضوی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده، وضوی کامل، وضوی زیبایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده در پیش روی صحابه و برشان یه حدیث گفته که شما دیدین که ما چه رقم وضو کردم، صحابه میگه که ما نحوه وضوی رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم. و بعد از اینکه خلاص کرد گفت که من توضا، که هر کسی که به مثل ما اینی می رقمه که ما وضو گرفتم وضو بگیره، بعد از دو رکعت بخونه الله سبحانه و تعالی گناهای از را معاف میکنه. این در حقیقت مقام وضو هست و این سنتی که ما میخوانیم به نام سنت الوضو یاد میشه، سنت وضو. و متاسفانه که اکثریت مردم در این باره معلومات ندارن، اما هر وقتی که انسان وضو میکنه به مجرد که وضوش خلاص شد میایه بسیار عاجزانه در مقابل الله سبحانه و تعالی استاد میشه و ادراکات را میخونه، زیبا برکو میره، زیبا با سجود میره، زیبا قرائت قرآن و سوره فاتحه را میخونه و با الله سبحانه و تعالی دعا میکنه در سجود خود که اللهم انك عفو یا رب، یا الله تو راستی که عفو میکنی، تو رحیم استی، تحب العفو و تو عفو و گذشت را خیلی دوست داری، فعفو عنی، پس تو از گناهان ما درگذر. با خشوع و خضوع استاده میشه و با خشوع و خضوع دعا میکنه در سجودش که الله سبحانه و تعالی را معاف بکنه. این سنت الوضو هست و این هر وقت که انسان وضو کرد میتونه ادا بکنه، چون این نماز نماز سببی هست، میتونه این را در حتی در اوقات ممنوعه هم ادا بکنه. سه وقت ممنوعه است که در وقت طلوع آفتاب است، زوال آفتاب است، غروب آفتاب است، که در این وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواندن نمازها و دفن کردن مردگان من منع کردند. اما این نمازهای سببی را میتونم که ما شما در این اوقات بخونیم. پس یکی از اسباب بلند شدن پله های معنوی انسان نمازهای نفلی هست و یکی از سنت وضو هست که محل نیت از قلب انسان است. همین که شما برمیخیزین میرین به طرف حمام یا هر جایی که شما وضو میکنین که شما آب بگیرین و وضو بکنین، این نیت قلبیتان است که شما نیت کردین که وضو میکنین و درکت
سنت الوضوء ادا میکنین. این نیتش، این نیتش، این محل نیت در قلب انسان است و این به شکل نیت میشه. و سوال کننده سوال کردن که نماز اوابین که او کدام است و اینا به نوای دیگر گفتن که در نماز شام 6 رکعت میخوانند در حالی که او نفل است و نماز اوابین عموم نماز ضحا هست. نماز اوابین نماز ضحا هست که به نام ضحا هم یاد میشه، یا اگر ما این را به فارسی ترجمه بکنیم نماز چاشتگاه، یعنی نماز چاشتی. و این نماز از جزو نمازهای سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است که وقتی از بعد از طلوع آفتاب که آفتاب یک 10-15 دقیقه از طلوع آفتاب تیر شود، اما گفته مردم سابق که می گفتن یک نیزه آفتاب بلند شود، تا قبل از زوال آفتاب از وسط آسمان است، یعنی قبل از نماز ظهر پیش از چاشت، تا اون وقت این وقت ازی هست و که را میتوند 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت او را بخوانند که مستحب است. اگر کسی خواست تا بیشتر از 2 رکعت بخوانه، بعد از هر 2 رکعت سلام بده و بعد از 2 رکعت که خلاص شد 2 رکعت دیگر را بخوانه، یعنی 2 رکعت بخوانه. عزیزان گرانقدر، نماز دوها امو نماز هست که ما شما گفتیم نماز اوابین که بنام نماز دعا دوها یا نماز چاشتگاه هم مشهور است. یک عبادت خاص هست که هر کس که میخواهد که خواستار یک پاداش بلند و نیکی باشه او را ادا بکنه و در ترک از او هیچ گونه گناهی نیست. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم با ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که این دیگه از زبان خود ابو هریره هست که الله عزیز راضی باشه، میگه دوست و محبوب من یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرا به 3 چیز سفارش کرد: بر روزه گرفتن 3 روز در هر ماه که مو روزهای بیض است، 13 و 14 و 15 هر ماه قمری، و 2 رکعت نماز دوها یا اوابین یا نماز چاشتگاه. و همچنان بس 3 چیزی که به ما امر کرد او چی بود؟ نماز وتر قبل از اینکه ما بخواب برم، و این در صحیح مسلم آمده. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم در هر روز به خاطر هر بند و هر مفصل به شما صدقه لازم است. شما ببینید در دستایتان 1 کلکتان 3 بند داره و 5 کلک 15 بند داره. رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم به خاطر هر بند و هر مفصلتان شما باید یک صدقه باید بدین، شکرانه از رو باید ادا بکنین. پس هر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و ار الله اکبر صدقه هست. و همچنان امر به معروف بکنین. اگر شما میبینین که مردم کارهای خوب نمیکنن، اونا رو بگین شما کارهای خوب بکنین، نماز بخونین، قرآن بخونین، از الله بترسین، زکات بتین، غیبت نکنین، این امر به معروف بکنین. این رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده به امت خود. و دیگه چی امر کرده؟ که نهی از منکر بکنین. اگر شما ببینین که مردم منکر را میکنن، در روز عروسی نماز نمیخونن، مردم از یاد الله غافل هستن، به منکرات چسبیدن، شما نه از معروف و منکر بکنین، امر به معروف بکنین و نه از منکر بکنین. تمام از اینا چی است؟ صدقه به حساب میه و خواندن 2 رکعت نماز دوها جای تمام از اونا را میگیره. اینقدر مقام از این بلند است که رسول مبارک صلی الله علیه و سلم درباره از این حدیث مبارک برای ما و شما میگه. و وقتی از او امو نماز چاش یا دوها یا اوابین از انگام بلند شدن و بالا آمدن خورشید به اندازه 1 نیزه تا به وقت زوال خورشید که خورشید در وسط می آید، در وسط آسمان می آید که چاشت می شه، این تا اون وقت است. مگم این مستحب است که وقتی که بسیار خورشید گرم می شه قبل از چاشت به اون وقت ادا شه. چرا؟ روز از روزها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قبا آمدن، مردم قبا را دیدن که نماز دوها می خواندن. پس نماز اوابین یا دوها
انگام است که ایره رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم برشان گفت که سم بچه شتر یعنی پای بچه شتر از شدت گرمای ریگ قبل از ظهر میسوزه. امام نووی رحمه الله درباره زیمه یه که امو ریگی هست که بر اثر تابش آفتاب داغ میشه، از او خاطر ای وقت وقت مستحب است. نماز اشراق امون نماز دعا هست، یا می توانیم بگویم که این نماز اشراق یک جزء از نماز دعا یا نماز چاشتگاه هست و مستحب است که این نماز بعد از طلوع خورشید خوانده شود. اما سوال کردن که درباره نماز حاجت، ما نمازی به نام نماز حاجت در اسلام نداریم و این از ساخته های روافض است و ما اهل سنت و جماعت هستیم. چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما رسیده فقط ما امور ادا میکنیم. رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم هر کسی نماز صبح همراه جماعت بخونه، بعد از اون سر جای خود بشینه و ذکر الله سبحانه و تعالی را بکنه تا وقتی که خورشید طلوع بکنه، وقتی که خورشید طلوع کرد صبر بکنه که به اندازه یک نزه بالا شده که 10-15 دقیقه بعد از طلوع خورشید است، بعد از او دو رکعت نماز بخونه، بر از او اجر به مانند اجر حج و اجر عمره، یعنی عمره تمام و حج تمام برش نوشته بشه. چقدر منزلت عظیم بزرگ است. بعضی از محدثین این حدیث ضعیف دانستن، اما برخی دیگر ایرا که علمای جهید هستن میگن که این حدیث ضعیف نیست، حدیث درست است. اما ما خودم به این نماز باور دارم و این نماز هست که ما شما باید انشاءالله به خاطر رسیدن به قله های بلند معنوی باید انجام بدیم. پس این بود شرح بعضی از نمازهای نفل که برای ما شما به خاطر بلند بردن ارتقای سطح معنوی ما خیلی ضروری هست، که در پالی از این نمازهای دیگر هم هست. و این خواهر ما نماز را که بعد از نمازشان میخوانن این شش رکعت، او نفل است و او در قلبشان که محل نیت نماز هست اونا نیت میکنن که من نفل میخونم، همین که بلند میشن به نیت اونمون نفل است. دیگه الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت ما و شما را مقبول بگردانه و برای ما و شما توفیق بده تا بتانیم که به این طاعت عبادت چه کنیم حریص باشیم انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.